دوباره برگشتیم و باز هم مهمان دار هستیم. مهمان ما هستن آقای مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت هست که در رابطه با رسیدن معموله های تجارتی به کشور ترکیه صحبت های می داشته باشن که خوشبختانه رسیدن به جای اصلی خود. پس چه خوب است جزئیات بیشتر از آقای قوقندی آگاه شید. سلام، صبحتون بخیر. خوش آمدید. باشین، صبح شما بخیر. علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، خدمت همکارای تکنیکی شما، تمام عزیزان بیننده که ما را در هر گوشه کره خاکی میبینن، تقدیم میدارم و سلام خاص بر فرزندان نازم که در مهمانی هستن و بر تمام دوستای ما که صبح خوش و روز خوش در کابل آغاز کردن. ممنونم، سلامت باشین. آقای خوقندی، از محموله ها چشمتان روشنی نداگر راه لاجورد هم افتتاح شده، اولی محموله هم رسید به مقصد خود. چشم همه ما روشن. بله دقیقا. از مسیر راه صحبت بکنین، از اون چه حالا چون تجربه اول بود و تازه افتتاح شده بود و اولین محموله رفت، چه مشکلات بود و چقدر خوبی ها داشت و چقدر بدی هایی که حالا قرار است که دوباره این مشکلات و این نکات منفی که وجود داشته دوباره بازسازی شود و دوباره یک دستاورد بیشتر بتونیم در محموله های بعدی داشته باشیم؟ خوشبختانه که در مدت 15 یا 16 روز محموله های ما به ترکیه رسید که روز شنبه رسیده بودن. انشالله روز چهارشنبه دوم ماه جنوری یک محفل اونجا، محفل تسلیم دهی است که جناب سرپرست وزیر وزارت صنعت و تجارت هم اونجا حضور دارند و در قدم نخست تشکری میکنم از هر چهار کشور که کالاهای افغانستان از اونجا عبور کردن و به مقصد به ترکیه رسیدن که ترکمنستان، آذربایجان، جورجیا و ترکیه هست. در هر کشور که بود ما تشکر خود وظیفه داده بودیم که وقتی که محترم داخل خاک میشن اینا با همراهشان باشن و بررسی کنن تا یک از خاک بیرون میشن، اگر کدام مشکلات اندک کوچک رونماگ اونا تمام شه روی خط کنن، آناشه کنن و روان کنن به کابل که ما به خاطر حل از او دوباره اقدام کنیم. مشکل آنچنانی که خدای نخواسته باشه که مانع شوه انتقالات بعدی ما را که برای آینده نزدیک دوباره انتقالات بیشتر از خط آهن و از موترها از طریق تیر خواهیم داشت، خوشبختانه که بر ما تال گزارش نرسه و چنین مشکل نبود. اگر چنین مشکل باشه موترها به مقصد نمیرسید. از اول لحاظ اگر کدام مشکلات خرد ریزی بوده بازم بالای دو بررسی صورت میگیره. امروقم جلد ما رئیس جمهور افغانستان گفت اکنون وقت شرکای ما هست که دیگه چقدر کالایی که در افغانستان هست را باز است میتونن که به ترکیه و از طریق ترکیه به اروپا صادر کنند. این محموله نخست ما که امروقم شما خبر دارین و بار گفتیم مقصدش ترکیه بود، چون بازارهای ما در ترکیه بود و کالاهای صادراتی ما در ترکیه بود، میتونیم از این طریق هم به بازارهای اروپا هم از ترکیه و بازارهای اروپا کالاهای مورد نیاز را که ما داشته باشیم بیاریم. تا کنون راه های دیگه که استفاده می کردیم، خصوصا راه های که از همسایه یا از پاکستان استفاده می کردیم، این را هم از نگاه امنیت مسئول تر است، هم از نگاه زمانی کوتاه تر است، هم از نگاه از که زیربنا داره، زیر ساخت داره بسیار عالی است و در پلی از در هم از نگاه ارزش یا امو کرایه که پرداخت میکنیم با هر کانتینر 40 فوت یا کوچکتر، این بر ما نسبت به راه های دیگه ارزان تر است. از اون لحاظ است که پیشبینی های اولی ما که نشان میده انشالله صادرات ما در کشورهای اروپایی بیشتر خواهد شد و در پلی از او مصرف کننده ما در داخل افغانستان کالای با کیفیت با قیمت پایین تر خواهد گرفت. امو رقم که ما تکرار کردیم که افغانستان دروازه هست به خاطر وصل شدن کشورهای جنوب آسیا، با آسیای مرکزی، قفقاز، روسیه و اروپا، کشورهای هستند مانند هندوستان اینا هم که آیسته آیسته خوشبینی نشان داده را هستند که بخواهند از ایرا اونا هم استفاده کنند و از کالاهای خود از طریق افغانستان ترانزیت کنند به می چهار یا پنج کشور ببرند اونجا. بخیر سال دیگه یا حداقل ماه دیگه یا شش ماه بعد دیگه که ما اینجا باشیم، ما باشیم خبرهای خوش را به مردم افغانستان برسانیم. این خودش باز آمارایی را که ما داشتیم نشان میده که ما صدها هزار تن کالا از این طریق بین کشورهای مختلف بین افغانستان و خصوصا به خاطر صادرات افغانستان تبادله شده که او باز یک دستاورد بزرگ بر مردم افغانستان، بر دولت افغانستان و بر هر فرد افغانستان، به دلیل از اینکه یک دلار در داخل افغانستان اگر پسنداز میشه یا یک دلار از صادرات می، مطمئنن که نقش بر زندگی تمام اتباعی افغانستان که در این خاک زندگی میکنن داره. بله بسیار خوب. آقای قوقندی، خوشبختانه که نخستین معموله های تجارتی ایمان هم به مقصدشان رسیدن و رفتن بخیر. قرار است دومین معموله های تجارتی ما چند روز بعد بخیر حرکت بکنن؟ ما امروز آماده هستیم چون این معموله ها معموله های حکومتی نیست، از سکتور خصوصی است و
فقط به این خاطر بود که امو سکتور خصوصی ما ببینن یا مشاریک ما ببینن که دیگه ما از ایران میتونیم یک راه دیگه هم پیدا کردیم. از اون لحاظ آمادگی خاص گرفته شده، هر زمان که اونا کالاهای بر صادرات داشته باشن دیدن موتر از سکتور خصوصی است، چون موتر هم گرفت از شرکت های ترانسپورتی خصوصی است نه از حکومت افغانستان، یعنی حال دل گرفتن که دیگه مشکل نیست، ما با اینی زمان با اینی قیمت میتونیم که از اینجا بریم. امور رقمی که مثلا حدود 1.5 سال پیشتر ما که دهلیز های هوایی را ایجاد کردیم، بار اول و دومش اینا دل میزدن که روان کنیم نکنیم چطور از اونجا میه، اما امروز ببینیم که ما بیش از 5500 تن کالای خود از طریق دهلیز های هوایی بیشتر از 100 میلیون دلار صادرات کردیم. از اون لحاظ محموله های دوم سیمش هم آماده است، در کمترین زمان از آقینه و از ترغونی باز به میرو حرکت میکنه و خیر در پالی ازی که در ترکیه میرسه از ترکیه هم به کشورهای دیگه اروپایی خواهد رفت. اولین تجربه ما خیلی تجربه عالی بوده و تونستن به خوبی محموله ها را برسانن. این چه قرار میتونه خوشبینی ها را به آینده و صنعت و تجارت افغانستان داشته باشن؟ حالا از کشورهایی که نابور کردن اینا میتونن ببینن که بدون هیچ مشکلی میتونن که صادرات و واردات در این کشورها همچنان داشته باشن و همچنان به ترکیه و کشورهای اروپایی که وصل میشیم بازرگانانی که از ترکیه هستن، از کشورهای اروپایی هستن و بازرگانانی که در افغانستان هستن چقدر خرسند هستن و چقدر تشویق میشن، یک روحیه مثبت میتونن داشته باشن. از این 13 ماه پیشتر زمانی که موافقتنامه 5 جانبه در آشین ریکافت امضا شد، در یک سال گذشته تلاش کردیم که تمام بگومگو یا تمام ناراحتی و احساس از اینکه میشد که آیا ما بر اساس معیارها هستیم و کشورهای دیگه، بالای تمام از این تلاش کردیم که ما همین اولین محموله را روان میکنیم یا نخستین محموله را روان میکنیم هیچ گاهی به کدام مشکل بر نخوره و کس یا حداقل سکتور خصوصی ما یک بانه نگیرن که اینه به مشکل شد دیگهش نمیره. از اون لحاظ مطمئن هستم که اگر باز هم بسیار اما اندک کدام مشکل در راه برخورده باشه یا در امو تیر پارک ها که یا موترهای ما ایستاده شوی، اینا بالای از این به کمترین زمان، یعنی با چهارشنبه یا پنجشنبه گزارش های تمام آتش های ما به کابل خواهد رسید، بالای از این برنامه ریزی میکنیم. و یک مسئله دیگه هست که گفته امور هم که شما گفتین بعض سرمایه گذارهای بیرونی هم هست که اونا منتظر از این بودن که ایران را ببینن و بتونن که از افغانستان کالاهای صادراتی افغانستان را ببرن بر خودشان و هم کالاهایشان که در کشورهایشان تولید میکنن در افغانستان بازار داره یا بین چهار کشور یا پنج کشور بین هم دیگر حتما داد و ستد دارن که به میلیون ها دلار میرسن، از ایران استفاده میکنن، چون ایران بر تمام کشورها رای ارزانتر و بهتر است نسبت به راههای دیگه. از اون لحاظ ما مطمئن هستم که هم سرمایه گذاری در داخل افغانستان بیشتر میشه، خصوصا در بندر آقینه و بندر ترغندی به دلیل از اینکه مثلا به خاطر بسته بندی و پروسس و تخلیه و بارگیری و شرکت های ترانسپورتی ما که اونا همیشه از این میگفتن که ما نمیتونیم به بیرون از افغانستان بریم، یک دلگرمی خاص به وجود میاد و سرمایه گذاری بیشتر میشه و تجارت در منطقه رونق پیدا میکنه و اقتصاد منطقه خصوصا اقتصاد افغانستان که پیش بینی های صورت گرفته همه ساله باید یک رشد را داشته باشه و تعهد ما است به صندوق وجهی پول و IMF یا کشورهای کمک کننده که ما بخیر تا 5 سال دیگه حداقل بودجه خود از منابع داخلی خود تامین میکنیم، اینمی باعث میشه که ما بتونیم صادرات خود افزایش بدیم و تولیدات خود بیشتر بسازیم، بتونیم که به خود کفایی در داخل افغانستان برسیم. بله بسیار خوب آقای قوقندی، بدون شک زمان که واردات صادرات داشته باشیم اقتصادمان افزایش پیدا میکنه. قسمی که ما شما آگاه هستیم در سالهای گذشته اقتصاد افغانستان چندان خوب نبود، اما خوشبختانه فعلا خوب است. با ارسال کردن معموله های تجارتی فعلا اقتصاد افغانستان را چگونه میبینیم؟ در 3 سال گذشته همه ساله ما اگر کم هم بوده یک رشد واقعی داشتیم در اقتصاد افغانستان که به 2.6 تا 2.9 درصد میرسه که انشالله تا 5 سال دیگه پیشبینی ما است که بین 6 تا 7 درصد برسه که و کارها و برنامه های را و پروژه های بزرگ را در داخل افغانستان داریم. اما ادعای ما هست که یعنی ادعای ما را که ما بخیر به 7 درصد تا 5 سال آینده میرسیم، ما به کشورهای کمک کننده خود و شرکای بین المللی خود تعهد کردیم، اهمی است که ما توجه خاص بر افزایش تولیدات خود داریم، بر استخراج منابع زیرزمینی خود داریم و ایجاد راه های بدیل داریم. از اون لحاظ است که
پیشبینی های بانک جهانی که نشان میده ما همه ساله بین 1 تا 1.5% یا کمتر از او یا نزدیک به 1% رشد اقتصادی داریم که بخیر در 5 سال آینده هم تعهد را که بین 6 تا 7% رشد اقتصادی افغانستان صورت داریم. زمان که رشد اقتصادی افغانستان به 6 یا 7% رسید دیده منطقه یک رشد بسیار خوب است و ما میتونیم که به طرف خود کفایی بریم و به طرف پیشرفت و ثبات خصوصا ثبات اقتصادی و که ثبات اقتصادی خودش زمین اساس ثبات سیاسی در منطقه میشه و به طرف امنیت خواهیم رفت. بسیار خوب. آقای قوقندی روی بازارها چقدر شما میخواین نظارت و توجه داشته باشین؟ دهلیزهای هوایی را حالا جبر تمامی اینها میتونن سهولت را و با هزینه کم میتونن که تجارین ما واردات صادراتشان نداشته باشن. قیمت ها در بازار چقدر کنترل میشه از طرف شما و چقدر میتونین نظارت داشته باشین برای اینکه حالا سهولت ها بیشتر شه باید یک ذره قیمت ها هم پایین تر بیاین؟ مطمئنن که قانون رقابت ما ساختیم و پروسه قانونیش رفته توشیح شده و قوانین دیگه داریم که با قوانین به خاطر نظارت در داخل کشور هست. اگر تولیدات داخلی ما هر چقدر قیمت بره در داخل افغانستان او به نفع ما است برای ضرر ما نیست، چرا که خودش حتما بازار داره به بیرون از افغانستان میره و اسعار داخل افغانستان میره. اما با کالاهایی که مورد نیاز مستهلک ما در داخل افغانستان روی دو مسئله بسیار ما توجه خاص داریم. اولی که کیفیت کالا که صحت مستهلک ما بر ما بسیار مهم است که امروز هم میبینین صبح هم در یکی از رسانه ها ما وقتی که شنیدم نگرانی از آلودگی هوا است و دیگه ما نمیخواهیم که مواد سمی یا مواد کیفیت پایین داره مستهلک ما رو مصرف کنه، چی لباس باشه چی کالاهای خوراکی باشه که در داخل افغانستان می. مسئله دومش که زیاد توجه خاص بر از داریم بر قیمتش است، چرا که شما میبینید که هنوز هم در افغانستان کسایی هستن زیر خط فقر زندگی میکنن و اقتصاد ما خوب رشد نکرده، اقتصاد خانواده ها خوب نیست. از اون لحاظ ما کوشش میکنیم که کالاهای مورد نیاز خود از بازارهای مختلف که با کیفیت بالا و قیمت پایین در داخل افغانستان سوره بیاره. نخست بر ما کیفیت مهم است، دوم قیمت، و در برعکس در صادرات ما هم همون رقم میخواییم که کیفیت کالای ما در این شک نیست که تولیدات داخلی افغانستان خصوصا میوه‌جات و سبزیجاتش طبیعی یا ارگانیک از کیفیت بالای داره، استانداردهای بین المللی ما بگیریم، یعنی اجازه صادرات به استانداردهای بالا را بگیریم، در بسته بندیش توجه خاص کنیم که خوشبختانه صورت گرفت اما نهایی نیست، باید توجه زیادتر صورت بگیره و در بازارهای بیشتر برشان بازاریابی کنیم با قیمت بالاتر فروخته شود. اگر ما در بازارهای منطقه یک متر قالین خود به 100 دلار یا 100 یورو مفروشیم، یک متر مربع قالین ما زمانی که به اروپا یا به ترکیه یا به امریکا یا به استرالیا میرسه این 300 تا 500 تا 1000 دلار یا متفاوت بر اساس کیفیت قالین به فروش میره. از اون لحاظ میوه های ما میرقم است، پسته ما، جلغوزه ما و سیب ما، انار ما، خربوزه ما زمانی که به بازارهای اروپا میرسه و میبینن که اینا ارگانیک یا طبیعی بزرگ شده و عمو طعم و کیفیت را که خداوند در میوه های ما داده و بدون کود و مواد که گرم بسازه زود پخته بسازه و کلال میشه، این در بازارهای بین المللی بازار بسیار خوبی داره. اقلیم را که خداوند بر ما داده خودش یک نعمت است، خاک را که خداوند بر ما داده خودش یک نعمت است و بتونیم که نعمت های خداوندی را هم خود ما استفاده کنیم هم بر بازارهای بین المللی برسانیم تا صادرات ما افزایش پیدا کنه و رشد خوب اقتصادی داشته باشه. بله بسیار خوب. آقای قوقندی قسمی که فاطمه جان یادآور شد، زمانی که صادرات ما بیشتر میشه قیمت ها خیلی در افغانستان افزایش پیدا میکنه، دلیل در چیست؟ قیمت کالا میوه خشک ما جلغوزه بله. فکر کنم فی کیلوش 3000 افغانی بود، قسمی که ما نمیتونیم بریم بله. خیلی دوریش. خب همو است که گفتم، یعنی اگر ما تولیدات داخلی خود به بیرون میبریم یک دلار در داخل افغانستان می، او باز به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی خانواده ها بسیار مهم است. ما در گذشته متاسفانه یک کشور در کل تقریبا 100% وارداتی بودیم و بین 2 تا 3% صادرات داشتیم که خوشبختانه در 4 سال گذشته ما بیش از 11 تا 12% صادرات ما افزایش پیدا کردیم، یعنی ما منفی 84% بیلانس داریم، قابل پذیرش نیست اما کارای صورت گرفته. از اون لحاظ زمانی که تولید داخلی ما با قیمت بالاتر فروخته میشه، وقتی که اقتصاد شما خوب میشه شما میتونید با قیمت بالاتر از داخل افغانستان بگیرید. اگر این مطمئن باشین که 1 کیلو جلغوزه رو رقم گفتین 3000 افغانی نیست، من مطمئن هستم 800 تا 1000 افغانی اگر در داخل کابل باشه، چون من نرخش دقیق نمیفهمم و نگرفتیم، ما مثلا شما یک مامور دولت هستم
اگر در افغانستان 1000 یا 1500 یا به گفته شما هم 3000 است، مطمئنن که 1 کیلو جلغوزه ما باز در بازارهای بین المللی در چین به 5000 افغانی است یا به 7000 افغانی است، چون یک کرا میخوره تا اونجا میره و اون مفاد میگه چون 3000 خدا اینجا بازار داره. وقتی که 7000 افغانی یا 1 کیلو جلغوزه ما که به 100 دلار به فروش میرسه و ما 22000 تن جلغوزه تولید داریم و ما آمارهایی که اگر اشتباه نکنم وزارت محترم وزارت مالداری یا بیاری شریک میشه 22000 دانه 100 دلاری تون چقدر میشه، این خودش میتونه که همه بلانس ما را مثبت کنه. زمانی که بلانس ما مثبت شد توان خرید شما بالا میره، اقتصاد ما بیشتر میشه و بهتر میشه، به نفع ما است که چقدر تولیدات داخلی ما قیمتش بالاتر و بازارهای بیشتر پیدا شود. ممنونتان، سلامت باشین آقای خوقندی، مورد مثال خوب اشاره کردین، خدا کنه که هرچی پیشرفت ها صورت بگیره و ما هم شاهد پیشرفت هایی در راستای صنعت و تجارت باشیم که بدون شک بالای اقتصاد مردم افغانستان میتونه مستقیما نقش داشته باشه. ممنون از اینکه امروز ما را بیننده بودین، روز خوب و خوش داشته باشین و خدا نگهدارتان تا دیدار بعد. بله تا بعد، خدا نگهدار.